نحوه ایجاد مش مربعی حول مدل‌های سه‌بعدی. در قسمت قبلی آموزش دادیم تا چجوری میتونیم یک مش مربعی رو حول یک سیلندر به صورت دوبعدی ایجاد کنیم. در این قسمت از آموزش هدف ما ایجاد یک مش مربعی حول یک سیلندر به صورت سه‌بعدی. ابتدا به محیط دیزاین مدلر برمیگردیم. در این محیط در صفحه X و Y در یک اسکچ جدید ابتدا یونیت هم بر روی سانتی متر قرار میدم. مقدار اکسترودی که زدم رو برابر با 250 و ابعادی که زدم رو بدین شکل اندازه گذاری میکنم، 250 و 200. یک بار دیگه اکسترود رو انتخاب میکنم و اینو هم 200 میکنم، جنریت میکنم. در یک اسکچ جدید در صفحه ایکس وای یک دایره ای رو در مرکز محور مختصات ترسیم، سپس اندازه اون رو برابر با 10 سانتی متر انتخاب میکنم و این اسکچ رو هم اکسترود میکنم، اما به صورت کات متریال و بوسیمتریک به اندازه همون 200 سانتی متر تا بدین شکل ظاهر بشه. برای ایجاد یک مش مربعی حول مدل در نرم افزار دیزاین مدلر که در اینجا مدل ما یک سیلندره، بایستی یک سری تقسیماتی بر روی سطوح اون انجام بدیم. در ابتدا با استفاده از فرمان line from point یک سری لاین هایی را ما ترسیم میکنیم بدین شکل، بدین شکل اپلای میکنم، سپس generate. با استفاده از فرمان line from edge این edge ها رو هم انتخاب میکنم apply و generate. سپس با استفاده از فرمان detach در این قسمت تمامی سطوح هم رو از همدیگه جدا میکنم تا بدین شکل ظاهر بشه و پس از اون با استفاده از فرمان face split این face رو انتخاب میکنم و پس از اون خطوطی که بر روی اون قرار گرفته رو انتخاب میکنم. تا این سطوح از همدیگه جدا بشن. یک بار دیگه این فرمانو بر روی سطوح پشتی اجرا میکنم. این خطوط رو انتخاب و جنریت میکنم تا بدین شکل ظاهر بشه. یک بار دیگه فرمان line from point رو انتخاب میکنم. این بار این نقاط رو که در داخل سیلند هستن رو انتخاب میکنم. این نقطه و نقطه متناظر اون در سطح جلویی سیلندر بدین شکل. و به همین ترتیب نقاط بعدی. اپلای میکنم، جنریت میکنم تا این خطوط رو هم تشکیل بدم. پس از اینکه این خطوط تشکیل شدن
نکته‌ای که وجود داره در اینجا این خطوط به صورت اضافی ظاهر میشن، همچنین در طرف دیگر این سطح. با استفاده از فرمان delete edge این edge ها رو انتخاب و به تبع اون edge ها از سطح متناظر رو هم سطح روبرویی هم انتخاب میکنیم اپلای میکنم و جنریت تا این خطوط اضافی هم پاک بشن. یک فرمان دیگه که در اینجا باید اجرا بکنیم فرمان دوباره فیس اسپلیت هست که سطوح داخلی رو انتخاب میکنیم و با استفاده از خطوطی که در اون سطوح ایجاد کردیم این سطوح رو هم تقسیم میکنیم. اپلای میکنیم و جنریت. نکته ای که وجود داره در اینجا 8 عدد بادی برای ما به وجود اومده که برای این کار بایستی این سطوح رو انتخاب و فرم نیو پارت بکنیم تا یک پارت داشته باشیم. به محیط مشینگ برمیگردم، در اینجا با استفاده از دکمه آپدیت پروفایلم رو آپدیت میکنم تا بدین شکل ظاهر بشه. یک مش مربعی به صورت پیش فرض خودش اجرا کرد که یک مش بی نظمی هست. در ابتدا این سطوح رو من انتخاب میکنم فقط یک سطح رو آزاد میذارم، create name selection میکنم و اسمش رو میذارم velocity inlet. یک سطح دیگه میمونه، اونو انتخاب میکنم و اسمش رو میذارم pressure outlet. نوبت به خود سیلند میرسه، سیلند رو هم انتخاب میکنم سطوحش رو و اسمش رو میذارم سیلند. create name selection و سیلند رو اسمش رو میذارم. قبل از ایجاد مش مربعی بر روی کلیه سطوح ابتدا بر روی مش کلیک راست میکنم و با استفاده از فرمان mappable faces سطوحی که قابلیت ایجاد مش های منتظم رو دارند رو انتخاب میکنم. همونطور که مشاهده میکنید تمامی سطوح قابلیت اجرایی مش منتظم رو دارن. دوباره کلیک راست میکنم، با استفاده از فرمان insert این بار sizing رو انتخاب میکنم، جهت خطوط رو مشخص میکنم، ابتدا این خطوط رو انتخاب میکنم apply number of divisionش رو بر روی مقدار 200 قرار میدم، یک بار دیگه فرمان sizing این بار این خطوط رو انتخاب میکنم apply number of division تعداد این خطوط رو 100 انتخاب میکنم، حالت hard و بر روی این خطوط bias میذارم با bias factor 100 تا مش در وسط ریز باشه، یعنی حول سیلند مش من ریز باشه. یک بار دیگه سایزینگ میزنم، این بار این خطوط رو انتخاب میکنم همراه این خطوط که جهت اونها در یک راسته با
چون میخوام بایاس بزنم جهت اونها اون خطوطی رو انتخاب میکنم که جهت اونها در یک راسته باشه. Number of division تعدادش رو 100 عدد، حالت بایاس میشه بایاس میزنم براش، بایاس فاکتور 100 به گونه ای که نزدیک سیلندر مش ریستر باشه. یک بار دیگه این فرمان رو اجرا میکنم، این بار بر روی خطوطی که جهت اونها مثل هم دیگه است. بدین شکل number of division 100 حالت hard و بایاسش رو هم بدین شکل انتخاب میکنم تا در نزدیکی سیلندر مش من ریستر باشه. یک بار دیگه این فرمان رو اجرا میکنم، این بار بر روی خطوط داخل سیلندر. number of division 200 حالت hard و یک بار دیگه این فرمان رو بر روی خطوط دایره اجرا میکنه. به طرف دیگه میرم، سپس اپلای میکنم، number of division 50 رو انتخاب میکنم و یک کار دیگه ای که باید اینجا انجام بدم اینه که سایزینگ دو که حول این خطوط بود رو تعدادش رو 200 انتخاب میکنم. سپس با استفاده از فرمان face meshing تمامی سطوحی که ما میخواییم بر روی اونها مش منتظم یا با سازمان مربعی رو اجرا بکنیم رو انتخاب میکنم. حتی سطوح داخلی سیلندر رو هم انتخاب میکنم. سپس اپلای و در نهایت جنریت میکنم. مش مربعی که من مد نظر داشتم و همونطور که مد نظرم بود تا در نزدیکی سیلند مش ریستر باشه رو بدین شکل اجرا کرده. یک سطر رو فراموش کردم، دوباره جنریت مش میکنم. تا بدین شکل مش من رو به هم نمایش بده. به همین ترتیب یک نکته ای که من باید خدمت کاربران و مهندسانی که از نرم افزار انسیس مشینگ استفاده میکنن عرض کنم اینه که زمانی که میخواین حول مدل های سه بودی و یا دو بودی مش مربعی اجرا بکنین یا مش با نظم اجرا بکنین، بایستی در نرم افزار دیزاین مدلر همونطور که کاری که در اینجا انجام دادیم سطوح رو تقسیم بندی بکنین تا بتونین در نرم افزار مشینگ فرمان فیس مشینگ که در ورژن های قدیمی تر نرم افزار انسیس اسمش هست مپت فیس رو اجرا کنین. این کار باعث میشه که سطوح رو شناسایی کنه و بر روی اونها مش مربعی مورد نظر رو ایجاد کنه. تمامی فرمان هایی که تاکنون گفته شد برای ایجاد مش مربعی که در نرم افزار دیزاین مدلر به کار بردیم تمامی به صورت تجربه خود بنده هست که بر روی مدل ها تست کردم و از کاربران این نرم افزار
این درخواست رو دارم که برای ایجاد مشهای منظم این کار رو حتما انجام بده.